همزمان با انتشار خبر کشته شدن 10 نیروی ایرانی در جریان حملات اوکراین، کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تحقیق سازمان ملل متحد درباره پهپادهای ایرانی و نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین شدند. این سه کشور اروپایی گفتند ایران با ارسال پهپاد و مشارکت در جنگ اوکراین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد رو نقض کرده. منابع غربی هم گفتند وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در حال بررسی فعال کردن مکانیزم ماشه بر علیه جمهوری اسلامی هستند. طی هفته‌های گذشته ما گام‌هایی برای توقف اعمال وحشیانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران برداشته‌ایم. ما تمام ایرانیانی را که برای احقاق حقوق و آزادی‌هایشان قدم برمی‌دارند را حمایت می‌کنیم. درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران هم باید بگویم هیچ توافقی را در آینده نزدیک متصور نیستیم. اما این را هم بگویم با توافق یا بی توافق به برداشتن هر کاری که لازم باشد برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد. در روزهای اخیر ما شاهد حملات گسترده مسکو به زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین بودیم. بسیاری از آنها با استفاده از پهپادهای عرضه شده توسط جمهوری اسلامی انجام شده. برای توقف این کار هر چه لازم باشد انجام خواهیم داد. سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ماست. سمیرا، مداخلات جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه چیز جدیدی نیست، مخصوصا در منطقه خاورمیانه، اما در این مورد اوکراین به نظر میاد که غربی ها، هم اروپایی ها، هم ایالات متحده آمریکا خیلی برافروخته تر شدن در مقایسه با دخالت های قبلی جمهوری اسلامی. حتما همینطوره. برای اینکه حساسیت ها راجع به اوکراین بسیار بالاست در این 8 ماه گذشته، بهای بسیار زیادی رو هم اروپا و هم آمریکا داده در رابطه با حمله روسیه به اوکراین. تحریم های بسیاری علیه روسیه وضع کردند که حضور مثلا پرسنل نظامی ایران در خاک اوکراین میتونه ناقض اون تحریم ها هم باشه. گذشته از اینکه حالا بحث قطعنامه 2231 هم مطرح هست، اتفاق مهمی که امروز افتاده نامه ای هستش که نمایندگان سه کشور اروپایی، ترویکای اروپایی، به سازمان ملل متحد نوشتند. یک تیمی وجود داره در سازمان ملل که بررسی میکنه پایبندی ایران رو به قطعنامه 2231، قطعنامه‌ای که در واقع همون برجام هست و با این نام از سوی سازمان ملل، از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. و این تیم کارش اینه که بررسی بکنه ایران چقدر پایبند بوده و حالا این کشورهای اروپایی میخوان که این تیم فعال بشه، بررسی بکنه این که روسیه از پهپادهای ایرانی در خاک اوکراین استفاده کرده، آیا ناقض قطعنامه 2231 هست یا نه، اصلا از اساس ارسال این پهپادها آیا ناقض اون قطعنامه هست یا نه. به موجب قطعنامه 2231 بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران بود برداشته شد، مقداری از این تحریم‌ها مشروط شد و زمان پیدا کرد. یک بخش زیادی از تحریم‌هایی که مربوط به سلاح‌های در واقع تسلیحات متعارف میشد در سال گذشته همین موقع ها اینها برداشته شد، اون 5 سال بعد از امضای برجامشون به سر آمد برداشته شد. الان یک مجموعه وجود داره که در رابطه با سلاحایی است که امکان این رو دارند که در تسلیحات هسته‌ای هم مورد استفاده قرار بگیرن. این تحریم ها همچنان پا برجاست که در تلاش آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی که از این منظر، از در واقع ماده الحاقی بی قطعنامه 2231 بخواد ایران رو متهم بکنه و همچنان این تحریم ها هست، به این معنی نیست که به هیچ عنوان ایران اجازه نداره این جور سلاح‌ها رو بفرسته یا دریافت بکنه، بلکه باید اجازه مکتوب از شورای امنیت بگیره که چنین اجازه‌ای رو کسی نخواسته. حالا از این منظر هست که در تلاشن کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا که بگن ایران نقض کرده قطعنامه 2231 رو. آقای گوترش در کل سازمان ملل هر سال 2 بار باید گزارش بده به اعضای سازمان ملل و راجع به پایبندی ایران به قطعنامه 2231 همه رو در جریان این پایبندی قرار بده. یکیش ماه ژوئن هست و یکی ماه دسامبر. حدس میزنیم که در ماه دسامبر گزارش گوترش درباره 2231 حاوی این پهپادها و مسئله‌ای که ایران ایجاد کرده باشه. با این همه، به رغم اینکه خبر پهپادها داغ هست، یکی از سخنگوهای نیروهای هوایی اوکراین میگه که تونستن تا 85% از پهپادهای ایرانی رو سرنگون بکنن. پدافند هوای اوکراین می
بتونه اینها رو بزنه. با این همه بحث موشک‌های بالیستیک هم الان مطرح است. فرداد حال و هوش فکر می‌کنم شاید هفته آینده ایران، اون چیزی که رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی گفته، هفته آینده موشک‌های بالیستیک زمین به زمین رو هم ایران به روسیه خواهد داد. و همین سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین میگه که ما پدافند هوایی که بخوایم با اونها مقابله بکنیم رو نداریم. سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن، ممنونم از تو.